منم پایمک استفاده کردم. برای کفش این عروسک از رنگ 6 من استفاده کردم. دایره رو بر می‌داریم و از قسمت آخر اینو به صورت یه اشک گرد درست می‌کنیم و با دستمون فشار می‌دیم. با رنگ زرد 8 یه نوار دور این کفش اضافه می‌کنیم و با ابزارمون روش کارت می‌زنیم. قسمت جلو رو هم که با رنگ سفید یه پاپیون درست کردیم و گلاش هم با قیچی به این صورت درآوردیم. و برای قسمت پا هم یه لوله از رنگ 20 به اضافه 50 درست کردیم که گفتم اگر اینو یکم زودتر درست کنیم، یک روز زودتر درست بشه، خیلی بهتر و راحت‌تر میتونیم روی هم سوار کنیم. حالا برای قسمت تنه این عروسک یه اشک با اسفنج بتراشین، صاف کنیم و چسب بزنین از شب قبل آماده باشه که بتونین روش کار بکنین. با خمیر سفید روی این عروسک رو من میپوشونم به این صورت، با بردن روش میریم که باز بشه. برای عروسک قبلیمون هم ما همین کار کردیم، اگه یادتون باشه بدن عروسکمون رو هم همین کار کردیم. باز میکنیم، سعی کنین زیاد نازک نباشه که ترک نخوره. بله، باز میکنیم کاملا. به صورتی باشه که کاملا اشک رو بپوشونه. حتما خمیرتون سفت باشه، چون اگه خمیر شل باشه میچسبه به میز و کارتون خراب میشه. خب به این صورت ما اشک رو درونه خمیر قرار میدیم و میپیچونیم. اضافه خمیر رو میگیریم به این صورت، اضافه خمیر رو با قیچی برمیداریم. سعی کنین خیلی دور نباشه از اسفنج، چون جا داشته باشه که محوش کنیم. به این صورت قسمت بالا رو هم میچینیم. خب این قسمت ها که چیده شد، حالا به وسیله زیر مبلی به هم وصل میشه. اگرم پیدا شد، کنار درز هست که درز لباس پیدا نیست زیاد. به این صورت اضافه ها رو چیدیم. اگر الانم بازم اضافه اومد، باز قسمت رو در میاره. بله. به این صورت الان بدنه عروسک ما آماده شده. حالا از قسمت قبل ما پاها رو آماده کردیم، جای اونا رو چسب میزنیم و روی کارمون سوار میکنه. به این صورت یکی از پاها رو در این سمت. جانا حتما پاها باید خوش شده باشه. بله حتما، چون باید بتونه بیسته. بله، عروسک ما عروسکیه که بایستی سر پا بیسته، نشسته نیست. به این صورت اول این قسمت رو درست میکنیم. برای قسمت دامن عروسک از رنگ آبی من استفاده کردم، آبی 15 هست که یه مقدار به سرمه‌ای میخوره. بله، اون رو باز میکنیم به اندازه یه بشقاب کوچیک تقریبا. به این صورت حتما خوب فشار بدم. یه بار این سمت، یه بار هم اون سمت رو مرتب عوض کنم که باز بشه. خب از چه نوع چسبی استفاده کردیم؟ چسب چوب بیرنگ، چسب چوبی که بعد از خشک شدن بیرنگ میشه. فرمودید که اسفنج رو با چه چسب بزنم؟ اسفنج هم با وقتی که میتراشیم بعدش میشوریم، هم که خیسه با همین چسب چوبتون روش یه لایه با دستتون میمالین که راحت همه جاش آغشته به چسب بشه. خب حالا ما این قسمت آماده شده. برای دامن این عروسک میتونین از یه بشقاب استفاده کنین. بشقاب رو بذارین روی قسمت خمیر و دور تا دورش رو به این صورت یه دایره کامل در بیاریم. حالا بستگی به بزرگی و کوچیکی کارتون داره. الان مناسب کار ما این اندازه هست. ما حدود یک دقیقه فرصت بله، داریم. بله چشم. محض اطلاعاتون بله. خب برای قسمت وسطش هم یه دایره در میاریم. از هر چی دارین میتونین استفاده کنین که این دایره وسط رو در بیاریم. به این صورت دایره رو در میاریم. دایره رو که در آوردین، حالا چون امروز وقت نداریم، این دور تا دور این قسمت رو
یه نوار سفید میگیریم، بعد این رو روی قسمت دامن میذاریم. حالا من سعی میکنم که این قسمت رو هم آماده کنم. بله. حداقل یک کمشو من میزنم که شما بتونین تمام بکنین برای جلسه دیگه که ادامه این عروسک رو داریم. خب ببینیم به این صورت آماده بکنین، یه نوار بلند باشه. خب نوار بلند رو که درست کردین دور این قسمت میزنین کامل. الان من فقط یه قسمت رو وصل میکنم براتون به این صورت، و هر مدلی که خواستین میتونین روی این بزنین، مثلا با حتی با یه سنبه میتونین به این صورت مدل بدین روش که این بچسبه به کارتون، و انشالله جلسه دیگه من بتونم ادامه کار رو براتون داشته باشم. خب بعد این کاملا میچسبه دیگه، نگران نباشید. بله، با چسب بزنم. با چسب فقط بچسب. حتما چسب بزن به این قسمت. ببینه اینجا رو که چسب بزنم دیگه در نمیاد. خیلی متشکرم خانم باسری از توضیحات شما و از کارهای زیبایی که انتخاب می‌کنید.